بانداژ پا. مصدوم را در حالت خوابیده یا نشسته بانداژ کنید و همیشه روبروی او قرار گیرید. قبل از شروع باندپیچی، عضو آسیب دیده را به صورتی که باید بماند در همان وضع نگه دارید. هرگز مستقیما روی زخم را بانداژ نکنید. ابتدا پانسمان و سپس بانداژ. بانداژ نباید آنقدر محکم باشد که در گردش خون مصدوم اختلال ایجاد کند. از باند نواری استفاده می کنیم. این باند در پهنه‌های گوناگون به صورت آماده در داروخانه وجود دارد و می توان آن را در جعبه کمک های اولیه نگهداری کرد. باند استیلی را با دست خود فشار دهید. سپس باند را بینایی آسیب دیده به صورت حرکت دایره‌ای پیچیده می شود، به طوری که هر لایه به طور کامل روی لایه قبلی قرار می گیرد. باند را به صورت چند دور مار پیچی بپیچید. جهت چرخاندن از سمت داخل سطح بالای اندام به سمت خارج آن است. سپس باند را باید دو مرتبه ثابت کنیم. باند پیچی را به سوی بالای اندام ادامه می‌دهیم. دقت کنید که هر دور جدید از باند باید نیم تا دو سوم دور قبلی را پوشش دهد. با یک دور مستقیم انتهای آن را محکم کنید. در آخر باند را باید به دو قسمت برش دهید. باند باید کل ناحیه آسیب دیده را بپوشاند. بلافاصله پس از اتمام باند پیچی، گردش خون را در نواحی پایین‌تر اندام کنترل کنید. در صورت لزوم برای برگشت جریان خون باید باند را باز کنید و مجددا آن را شلتر ببندید.